أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران اسلامی مؤمنین خدا همتان خوش آمدید پروردگار در این ساعت ها ما را برای راست هدایت کن در این ساعت ها خداوند قبول دعاهای ما را قبول کن ما را برای راست هدایت کن مشکلات هامون آسان گردان از آفت و بلا کلفت ها ما را نگهبان باش پروردگار از تهمت از دسیسه ها ما را نگهبان باش خداوند در همه گوشه و کنار دنیا اسلام پیروز گردان اسلام بیرخش بلند گردان مومنین خدا را از بلا محفوظ دار فیض برکت در خاندانشان عطا فرما از جنگ و خونریزی و ناآرامی و افلاسی و جاهلی و بسوادی تمام جامعه های مسلمانی را نجات ده پروردگار را این مسجد آباد و زیبا نگه دار هر کسی آب داد هر کسی خرما داد هر کسی نان داد هر کسی چای داد هر کسی خوراک داد در این ماه خداوند دستگیری روز آخرتش گردان این دنیاش آباد گردان صفی خیر کننده ها صفی جوان مردار زیاد گردان ربنا آتینا فی دنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی خیر خلق محمدین و علی اصحاب الاجمعین آمین آمین یا رب العالمین خب سوره آل عمران پاره سهم قرآن درباره ذریه و نسل پاک آیه رقم 86 87 درباره مردمانی که دیده و دانسته کار میکنند خداوند اونها را هدایت نمیکند در راه دین و اینها در لعنت خداوند گرفتارند اینها در لعنت ملائکه ها گرفتارند و تمام مسلمان ها و تمام مردم برای مردم ظالم همیشه دعای بد میکنند ناس اجمعین معنیش همینه که اینها در لعنت خلایق گرفتارند خب ما در بین با بحثامون و مناظره هامون از گلستان حضرت سعدی چند سلسله بحثای به میان موندگی بدیم و برای اخلاق و تمیز و آداب و مقصد انسان شدنمون از کتاب این بزرگوار پندا و اندرزا میخوندیم و گلستان شدانیم که چگونه کتاب است ایره نقض دانیم که سعدی یک شخصیت بزرگ گذشتگی است که حتی تعلیمات سعدی ای تمام تعلیمات ها چکار میکنه فرق میکنه در ادبیات در همین کتاب گلستانش برای ما و شما امر میکنه که همیشه و همیشه کوشش کنین ای بشریت کوشش کنین و دانین که برای شما چیزی مهم میگه همین است که بخان و دسترخان و نان و نعمت و جوانمردی چنان کرم جوانمردی کشاده کنه که هم از دسترخان شما بخره و از دست شما نان خره چگونه که خدا و کافر و منافق و فاسق و مؤمن رزق داد یگان مراتبه در دادن رزق از ایمان اونها نپرسید از عملی اونها نپرسید شما هم میخیل باشید نان میتیه چای میتیه مردی میکنه جوان مردی میکنه هیچ محل ایمان و عملی وی نپرسه چیکار نکنه ایمان و عملی او را نپرسه چیزی که میتیه دادن گیرین برای همین یک وقت میگه در حضور حضرت ابراهیم خلیل الرحمن یا مردی آمد یا یک روایت اگه سعدی خودش در گلستانش میبیارن میگه حضرت ابراهیم سخن میکنه سعدی به مهمان نان نمیخورده پدر ما و شما ابراهیم به مهمان نان نمیخورده میخیزه میگه تماشا میکنه از همین خاندانش که یک مرد ریش سفید موی سفید بسیار فرسوده شده اگه در راه اومده است میگه بیا در سر خان من شین از نان و نمک یک جایه بخریم وقتی هر دم میخرن او دست دراز میکنه در نان و خوراک ابراهیم نام خدا را نمیرونه حضرت ابراهیم نگاه میکنه و میبینه که سر و دهن همه در درونی ریش و فرسودگی و چرکینی حضرت ابراهیم دلشان میشورن و جنگ میبردارن که چون حتی نان نمی در وقتی نان خوردن نام خدا نمیگی تو کی که نام خدا نمیگی بسم الله نمیگی جنجال میشوند این مرد آزرده دل از سر دسترخوان ابراهیم میخیزه و میره و میگه کسی ما را تربیت نداد که در وقتی خوردن نان بسم الله گوییم میگه من نمیدونم چیه این معلوم بوده است که او گبر بوده است او خداشناس نبوده در این حالته که این مرد ابراهیم میره سعدی در گلستانش میبیاره خداوند اتاب میکنه به ابراهیم که ابراهیم چوه بنده ما را از سر دسترخوان سر کردی ما 70 سال نانش داده ما را نمیشناسه ما 70 سال نان و آبش داده ما را نمیشناسه یک روز 70 سال نانش داده ما را نمیشناسه آبش داده ما را نمیشناسه همین افلاسی و کفرش قدی رزقش داده سلامتیش داده
аммо ягон маротиба аз мо ёд набурд, моро ёд накард. Як рӯз дар пеши ту ба ҳамо афт нон хур, нонша додӣ. Мо ҳам хеле бародаро, ягон бор номша намегирем, ҳамин қадар нисбаташ нофармонӣ мекунем, ризқу саломатимон метия. Аммо як одам дар пеши мо як бор нофармонӣ мекунад, намебахшемша. Гуфта Иброҳим, як рӯз гуфта ба ҳам бадани чиркин нонш дода натонистӣ. چوهی کورا کردی بنده ای من خفق برو ورده ای سری دستر خونو. حضرت ابراهیم میگه دیگر برو آمد چار افق میدوید نمیافت. برای همی برو دارو کسی در نان میتیه چوهی میتیه. ایمون و عملی ویه نگو نکنه. یک مردشو پیش یکی از بزرگترین سروتمندای شهرش میبیو برای قرض گرفتن. و این دیگه نگو میکنه. تماشو میکنه. میگه کی تو؟ میگه من از همین شهرم. میگه وظیفت میگه مردشوم. میگه فهمیدم که خیلی شخصی با انصاف و خیلی شخصی دارنده ای پیش اومدیم. گو خوب شکم بزن چیکار کنم؟ گو برای من پول خرسته. و میگه سر کار بهونه را آدم پول خرسته. گو در وقت مرده را میشوی ای طرف راست او میرزی ای طرف چپ. اخری چیکار داره با قرض گیری و تو پیش قرض پرسی اومده تو چیکار داری و مرده را چخلی میشوا؟ میگه ای طرف راست میرزی ای طرف چپ. میگه ای طرف راست سر میکنم. گفته مرده را در خود تکیه میتیه درم و تخته گفته در خودم. گفته کدام دعا را میخونی در وقت دست شبر داشتن؟ کدام دعا را میخونی در وقت پشت شبر داشتن؟ میگه و میگه بیچاره بفره میشن و میگه چی میگی؟ میگه فوق ما میبرم در بیخ گوش مرده میگم که خوب شد که مردی که در میخواه ادموی پس گرفتار نشدی. یعنی معنیش که برادری خود ادموی پس ما داریم که همی خیلن. این تعلیمات سعدی های در روش مرون مورو تربیت میکنه. چیکار داری و چیه یوخی؟ چی عمل داره؟ چیکارش داری؟ میته همون نونه ته نمیته چیکار داره؟ هم خیلی ادم ها داریم. در گلستانش هم میبیارن پیش یکی از عارف ها و شیخ های کوفه میگن یکی از فقیران آمد و راز کرد و نیاز کرد که نان ندارم چای ندارم. این بدبخت هم میگه ای نیت غسل پرسش و ای قل هو الله و ای الحمد همی خشد میگه کمقل گشنگی دم مرد. برای انا همین چی دار کار میگه او را امتحان میکنی؟ سعدی مورا تربیت میکنه نکنی کارا. آخه افتارش میتی نونش میتی یاردمش میکنی خدا یگان کسی ایمانش نگاه کردی استودنده ای خیلی که کنی نیمی دنیا به خدا های نیمی دنیا فسیق های نیمی دنیا خدا پیغمبر را نمیشنوسا او خدا های دو دایش برای همین کسی در کمک یاردم میگه دینی وی نپرسه. چی ما میگه سلطان صلاح الدین ایوبی چقدر آبرومند شد برای اون که به درجه در مسیحیان نام میداد که مسیحیان ای جوان مردی سلطان صلاح الدین مسلمان شدن. همین خیلی نام ته بد میگه. همین خیلی آش ته بد. بسیاری حالات ها برادارو چیزی خوب های. همین یک جده آش گرم باشن، نونی گرم باشن، مردم آمدن گیره همون جا دعوت ها شدن گیره همه نماز خونه همه روزگیر میشون. همین خیلی دنیا. خداوند همین خیلی خلق کرده ای دنیا را. چی آفتاب ما قرضوره ما را گرم میکنه. محتاب ایمو قرضوره رو شای ما را روشن میکنه. این شمال قرضوره میگرده. این ابرو قرضوره نیمو میبرن. یورون را بخشش میگن. انا میخه میبخشن. میبخشن دنیا پیش میروه. یا چی را میبخشه دنیا پیش میروه. انا میخلای برادرو. انا میخلای. یگون چیزی دنیا به مهنت نمیشوه. او سرزمینوی میره مکه و مدینه مچتای آبودا میبینه. سرزمینوی آبودا میبینه. یا سرزمینوی کشورهای ترک میره میبینه مسجد رو حواس میکنه و یا به مهنت نشدیم برادرو. چه ایمو قرضوره نو خیلی مسجد میکنن. ایمو قرضوره نو خیلی کوچه میکنن. ایمو قرضوره نو خیلی مقصد چراغای روشن میکنن. ایمو قرضوره نه. انا میخیل بخشش میکنن. میبینی بعد چیکار میکنی و ناس اجمعین. میگه خدا دولتون ای زیاد کنم. راست و همین سرزمینم ایمو قرضوره خیلی شرایط مون دادین اخی. ایمو قرضورن که اینقدر شرایط مون دادین. ها چراغ روشن، دیوالای گرم، ها در زیر باران قلینگوی ملویم، همه ای چی دادین برادرو. همیشه دعا میکنیم که انا میخه سرزمینا رو با دعا میکنی ده حقش والله. دعا میکنی برای همین حضرت سعدی هم در بستانش آورده که مردما شما نگاه نکنی که چه خیلی دین داره. جوان مردی تونه نشون ته. مردی تونه نشون ته. برای همین سبب چی شده است حضرت سعدی با مورا انمی خیل پدری ادبیات تربیت شده است. گلستان کند آتش بر خلیل، گروه بر آتش برد زیاب نیل. خدا چنان بزرگه که میگیره چکار میکنه؟ حضرت ابراهیم خلیل رحمان ای داخلی علاوش میگیره گلستان میکنه. میخیل خدا این پروردگاری هسته که همی کودک اگیره ای که این کودک هم او را ریزون.
برای همین حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چیکار میکنه؟ همین خیلی بزرگ میگه خدای هسته که گلستان کند آتش بر خلیل. این هم خیلی خدای بزرگه که برای ابراهیم خلیل الرحمن همین خیلی میگیره آتش چیکار میکنه؟ گلستان میکنه. تعلیمات سعدی های گروه بر آتش برد زی آب نیل. نگاه میکنی که با فرعون قطعی تمام سپاهیاش در نیل غرق میکنه. گران است منشور احسان اوست، وزین است توقیع فرمان اوست، پسی پرده ببیند عملهای بعد، همو پرده پوشد و آلای خب. یعنی که این رزق روزی که میبینیم این همش ای خدا های، این همش ای درگاه پروردگان های، ای تگ پرده بند تمام اعمال بدی ما را میبینه و اما با انا همون پرده ستاریش ای بای ما را میپوشونه. حضرت سعدی بود چنان قلم میرونه قلم میرونه در باره رحمت خدا، وگر در دهد یک صلای کرم، عزازیل گوید نصیب برم. چنان رحمتش کلانه که همین میگه شیطانم امید داره، چنان رحمتش کلانه میگه که من عزازیلم امید داره. هیچ کس از رحمت خدا نا امید نیست. این تعلیمات سعدی های ما و شما را تعلیم میتید در دیباچه گلستانش. وگر در دهد یک صلای کرم، عزازیل گوید نصیب برم، به درگاه لطف و بزرگیش بر، بزرگان نهاده بزرگی زی سر. ای میگه مسلمان همیشه میگه به درگاه او سر تا خم کن. کسی که در درگاه او سرش خم کرد بزرگ شد، کسی که در درگاه او میگه بندگی کرد او بزرگ شد. بزرگی میگه در آیین خداوند، بزرگی در آیین اسلام ای بندگی بده. هیچ کس ناامید نشوه ای درگاه خدا. حتی که ای نقطه نظری بستان شریف و حضرت سعدی میگه عزازیلم ای رحمت خدا امید داشته، اما ابلیس هم امید داشته، با وجودی که جهنمی های، با وجودی که دوزختی های، لیکن با از همون رحمت خدا امید داره. ماهی رحمت های، ماهی برکت های، هر یکی ما و شما هم ای رحمتش امید داریم که خدای گناه های ما را بخشه، خدای ما را چیکار کنه، از اون نعمت و سرتاپا بزرگی جنت ما و شما را بنصیب کنه. جهان متفق است بر الهیتش، فرو مانده در کنه ماهیتش. امروز دنیا اتفاق داره که الله حق میگه، امروز دنیا اتفاق داره که الله حق است، امروز دنیا اتفاق داره که خدا حق است. فرو مانده در کنه ماهیتش، یعنی اما همه ما را ادراک مان، علم مان، بصیرت ما نمی گنجانه که او چه خیلی، او را ما نمی دونیم چه خیلی. امروز نکم اتفاق هایی که الله حق هایی. امروز سعدی ما را نصیحت داره که ای مردم، از این شب و از این روز و از این مخلوقات و از این پیشروی و از این قدر مخلوقات که ما و شما می بینیم، این میگه اتفاق کرده است که الله حق هایی، اما میگه در ماهیت چه خیلی بدنی او میگه اما حیرون هایی. ما رنگ فیلسفو نمیکنیم که او در کجا هست، ما رنگ بعضی گروه ها نمیکنیم که او در کجا ششتگی هست. ما ایمان داریم که او خدای حق هست. بشر ماورای جلالش نیافت، بسر منتهای جمالش نیافت. امروز بشر همین قدر ما علم پیش میرون، بزرگی او را و مقام او را و مرتبه او را ما نمیتونیم یافته. اون چیزی که ما فکر میکنیم خدا از او بالاست. بسر منتهای جمالش نیافت. این چشمای ما او را دیده نمیتونه، این عقل ما علم ما او را درک کرده نمیتونه. او یک خدای هست که از اون چیزی که ما فکر میکنیم از او بالا هست. نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم، نه در ذیل وصفش رسد دست فهم. این وهمی که ما داریم، این خیالی که ما داریم، این چیزی که ما داریم، این در او نمی گنجا. این مرغ وهم ما و فهم ما در اوج پریده رسیده نمیتونه. برای انا همین ما عبدناک حق عبادتک، ای خدا او بندگیه که تو گفتی ما او را کرده نتونستیم، لیکن امید داریم. او بندگیه که تو گفتی ما نتونیسم کرده، لیکن ما امید داریم. چگونه ای که حضرت نصیحت میکنه که چنان رحمتش واسه ای که ابلیس هم بوی امید داشته. امروز ما آمدیم این ساعت 6 پروردگار رو ما عملهای ابلیسی زیاد کردیم،
ما عملهای شیطانی زیاد کردیم، ما کارهای به معنی زیاد کردیم، ای رحمتت امید داریم که گناه های ما را بخش. نه بر عجزاتش پرد مرغ وهم، وهم و خیال و این کارهایی که ما امروز کردیم این نمی رسد به اون درگاه، نه در ذیل وسوسه رسد دستی وهم، این فهم ما و وهم ما به اون نمی رسد. او از همه چی بالا های در آن ورته کشتی فرو شد هزار، که پیدا نشد تخته بر کنار، هزار اولیا و عالم و پیغمبر کشتی و زورق گرفتن در بحر توحید رفتن، یگان تی او باز نگشتن. برادر این ره بازگشت نداره، این ره بازگشت نداره. سعدی ما را تربیت کرده است. بالای سعدی در مغل هجوم کرده بود، مغل زنای ما را زنده به زنده در داد، مردای ما را زنده به زنده در داد، از شکم بی زنای مسلمان فرزنداشون را بیرون کرد. انا میخواد روزی دهشت سعدی گذرانده گیاد. اما ما را میگه که پیدا نشد تخته بر کنار، کسی در این ره میگه زورق کشتیش حی کرد، حتی یه تختش نخف نپرتفت میری میگه که ره ده. این همی خیره های رای خدا بازگشت نداره. برادر بازگشت نداره. این چی شبهانش استم در آن سیر گم، که دهشت گریفت آستینم که قوم، شباششتم حیران شدم فکر کردم که این خدا کیای، خدا چیای، چی ذاتای، کجادای. ششتم میگه منم فکر کردم که دهشت گریفتم آستینم که قوم، دهشت فرا گریفتم ای آستینم قپید. یک نیروی برداشت که بخیه کارا نکه تام نمیوی، بخیه جاد نمیتونی کارا کرده. سعدی بخیه در کجا باشه، چخه باشه، کیای، چی نروه. من میگرد کافتم رفتم نرسیدم، محیط است علمی فلک بربسید، قیاسی تو بروی نگردد محیط. از این نقطه آسمان به این نقطه آسمان گفته کسی میرسد در گلکتیکا 18 میلیارد سال وقت در کارکت فیزیکو. اکو محیط علمی وی وی در وی گرفته اینا پیچون محیط او خدا را علمش، این گالاکتیکای 18 میلیارد ساله را پیچوند، این آفتاب و ماهتاب را پیچوند، این قدر ستاره و سیاره را پیچوند. علمی تو را درک میکنه نمیشم. میگه اکنون راهی پیغمبر ده محتاجیم، اکنون تعلیمات رسول ده محتاجیم. پیغمبر چی قدر بزرگ بوده در شب معراج یادید. محیط از علمی فلک بربسید، اخی علمی فلک بین، مگه یه بار این گالاکتیکا را تماشا کن. اکن این گالاکتیکا را او خدا اداره کرده، قیاسی تو بروی نگردد محیط. ای خدا با او قیاسه که علمات با وی مانند نکه، تو وی اداره کرده نمیتونی، نه ادراک در کنه ذاتش رسد، نه فکرت به غوری صفاتش رسد. یگان علمی ما، دقیقی ما، کردگی ما هیچی او در نمیرسد، نمیرسه برادر و نمیرسه. ما حق ما عبدناک حق عبادتیک، خدای ما حق بندگی را ولی به جا نیاورده. ما نمیتونیم، تو بزرگی، تو به حد بزرگی، تو چیزایی داری حالی ما ندیدیم، تو چیزایی داری ما نشنیدیم، تو چیزایی داری ما تمنا نکردیم. خدایا ما ضعیفه که هیچ یک ذره ایم در پیش قدرت های تو. گناه های ما را بخش. توان در بلاغت به صحبان رسید، نه در کنه بیچونی سبحان رسید، که خاصان در آن ره فرس راندن، بلا احسی از تک فرو ماندن، نه هر جای مرکب توان تاختن، که جاها سپر باید انداختن. در اینجا صحبان گفته یکی از بزرگترین سخنگوهای شاعرای عرب بوده که هیچ کس مثل او سخنگو نبوده. سعدی میگه من در سخن ایوه گذشتم، من در قلم ایوه گذشتم، من در بزرگی ایوه گذشتم، ای همه بزرگی مگه ای شاعرای عرب گذشتم، اما در حق خدا رسیده نتونستم. اوی که اوی مگه من او را نمیتونم گفته. برای همین این پیامبر آمد، این پیامبر آمد ما را خدا شناسی نشان داد. حتی گفت در حق خدا فکر نکنه، در حق نعمتاش فکر کنه. نعمت چشم و دست و زبان ایارا داده، خودش تا فکر نکنه که او را شما نمیتونه. موسی آرزو کرد کوهی تور چی شد، کوهی قاف پاره شده رفت، یک تجلیات نور ده. موسی طاقت کرده نتونست، نه هر جای مرکب توان تاختن. ای لجام استان و فکتان هر جا سیخ نکنه،
که جاها سپر باید انداختن، بسیار جاها در سپر گیره رو آتانده کاری خدا خدی بازی نکنه. مگه سعدی ولی بسیاری به عقل و فکشانه در کاری خدا بسیار زده سیان چخه نشوه. مگه بسیاری جاها چی در کاره؟ مگه سپر گیره خطانه نگاه کنه، محافظت کنه که نور تجلیات می سوزانه حیفتان میکنه نکنه. اگر سالی که محرمی راز گشت، بی بندن بر وی دری بازگشت، هر کسی آمد که او را بنده قبول کردن، از اون بر دری بازگشت برای او من میکنم، او دیگر بازگشت نمیتونه. کسی را در آن بزم ساغر دهند که داروی بهوشیش در دهند، کسی از اون می ناب عشق الهی، از اون می، از اون شراب وحدت محمدی نوشه میگه وای بهوش میشه، بازگشت نداره، وای بهوش میشه. به پای طلب ره بدن جا بری، و از آنجا به بالای محبت پری. بیدرد یقین پرده های خیال، نماند سرا پرده الا جلال. ای بنده گفت ای وقتی که تا اگر ایمانی واقعی، یقینی واقعی، از یقین و ایمانی که پیامبر به تو آورد نزدیک شوی، بالا پریدن میگیری، این خیال و وهمای به معنی تو نیست شدن میگیره، با تو در آنجا پرده ها را میبرداری و بزرگی جلالی او را میبینی. این تعلیمات سعدیه، این وحدت سعدیه. در دیگر جا برای ما و شما نقل میکنه: اگر طالب کان زمین تی کنی، نخست اسبی باز آمدن پی کنی. اگر تو میگه طالب درگاه او شوی، وقتی بالا رفتن گیری، امو اسبی که ترا میبره در اوجا میرسانه، حتما شمشیر میگیری، گفته پای اسب میبری که دوباره ترا اوجا نبیارم. اینا نمیخوای جای میگه پای اسب میبری در اوجا. این انا میخیر رحایی که بازگشت نداره، اصفا پیم وقتی که میری میدروی میبری دیگه بازگشت نداره، وای او بر نمیگردی، باید کسی تر او بر نبیاره. انا میگه مومینی واقعی، انا میگه ایمانی واقعی. تأمل در آینه دل کنی، صفایه به تدریج حاصل کنی، این دل یک پنجه گوشتای. انا میگه صاف کنی، روشن کنی، بعد روشن کردن این دل در همون آینه در خطانه میبینی. میبینه مگه خطانه، ولی مگه شما در آینه دل خطانه ندیده؟ یک بار بینه مگه که بعد شما او جلالیتی او را میبینه که یک پنجه گوشته چقدر قدرت داده، یک پنجه گوشته ای دل ایره چه قدرت داده. مگه شما او را پاک کنه، تازه کنه، در او آینه یک بار خطانه بینه مگه که دیگر تمام پای اصفا میبره که من اوجه نمیبرم دیگر. پروردگار ما را برای راست هدایت کرد. چگونه که سعدی را عاشقت کردی، چگونه سعدی را مست کردی در درگاهت، هر یکی ما را هم خل مست کرد، هر یکی ما را انا میخل شایسته انسان ها گردان. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وانت خیر الفاتحین. اللهم لك صمت و بك آمنت و عليك توکلت و على رزقك افطرت. آمین آمین یا رب العالمین.